سمیرا قرایی رو در واشنگتن همراه خودمون داریم سمیرا از خبر از جا شروع شد که همون جایی شروع شد که تا اونجا هستی و صحبت های مقامات ایالات متحده اطلاعاتی که اونها به اسرائیلی ها دادن مبنی بر قریب الوقوع بودن حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل با موشک های بالستیک برای بینندگانی که همین الان به جمع ما اضافه شدن یه جنبندی بکن تا الان چه میدونی و چه اطلاعات تازه ای رو به دست آوردید حتما رضا سه شنبه صبح روز جالبی بود روزی بود که متفاوت بود از روزهای دیگر از این منظر که پیش از این ایالات متحده در رابطه با تحولات منطقه درگیری های اسرائیل با لبنان چه چیزهایی میگفت امروز صبح در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه ها قرار داده شده کاخ سفید گفته که بر این باوره که جمهوری اسلامی حمله قریب الوقوع رو به اسرائیل انجام خواهد داد ارزیابی بر این هست که این حمله یک حمله شکیه بالیستیکی باشه قریب الوقوع هست و شبیه آن چیزی است که جمهوری اسلامی در ماه آوریل همون فروردین ماه خودمون علیه اسرائیل انجام داد و ارزیابی ها الان این هست که مشابه اون رو مجددا جمهوری اسلامی بخواد تکرار بکنه تاکید شده در اون چیزی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته بر اینکه ایالات متحده در همین شرایط فعلی در همین الان که نیروهای اسرائیلی در حال آماده خودشون هستند برای دفاع کنار اونها میسته ازشون حمایت میکنه و در این اقدامات دفاعی این آمادگی های دفاعی به شکل فعالانه ایالات متحده همراه با اسرائیل هست اشاره کردی به اون چیزهایی که از سوی سنتکام اعلام شده سه اسکادران جدید رایلات متحده از جت های جنگی روانه خاورمیانه خواهد کرد از ادوات جنگی تجهیزات تسلیحات نیروهای نظامی ایالات متحده در حال حاضر در خاورمیانه بسیار زیاد. بسیار بیشتر از اون چیزی هست که در ماه آوریل در فروردین ماه شاهدش بودیم و به این خاطر هست که بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران خب صحبت از این بود که جمهوری اسلامی یک اقدام تلافی جویانه انجام خواهد داد در اون زمان سنتکام آمد تجهیزات خودش رو بیشتر کرد نا یک گروه ضربتی دیگر در اون زمان فرستاد به منطقه ناو هواپیمابر دیگری اضافه کرد و بسیاری از این تجهیزات از آن زمان مانده بودند ولی مثلا ناو هواپیما برای ترومن که برگشته بود هفته گذشته آقای آسین وزیر دفاع دستور داد که مجددا به خبر میانه بره در حال حاضر اون چیزی که ایالات متحده در منطقه داره تجهیزات جنگی بسیار بیشتر از آوریل هست نیروهای نظامی بیش از پنجاه هزار نیروی نظامی ایالات متحده در منطقه تحت حفاظت سنت کام در خبر میانه داره و میدونیم که در این روزهای گذشته یعنی از جمعه و بعد از کشته شدن حسن نصرالله سطح هوشیاری و سطح آمادگی تمامی نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه سنت کام هم افزایش پیدا کرد اما رضا اگر بخوایم یک نگاهی بیاندازیم به تفاوت‌های ای که امروز مشاهده می‌کنیم امروزی که ایالات متحده داره میگه که جمهوری اسلامی یک حمله قریب الوقوع انجام خواهد داد با آوریل که جمهوری اسلامی این حمله رو انجام داد تفاوت‌های مشاهده میشه در اون زمان بحث دیپلماسی با امروز بسیار مهم بود ن... بسیار متفاوت بود نقش ایالات متحده در اون زمان با نقش ایالات متحده در شرایط فعلی در درگیری های منطقه ای بسیار متفاوت است امروز جایی ایستادیم که ایالات متحده نتونست که هیچ گونه توافق آتشبسی بین اسرائیل و حماس ایجاد بکنه تلاش های بسیار زیادی رو در تابستان انجام دادند که بخوان به یک توافق آتش بس, بس برسند ها را آزاد بکنند جای جایی نرسید و در رابطه با لبنان هم به هر حال اختارهایی از سوی ایالات متحده منتشر می که اسرائیل خیشتنداری بکنه و حمله ای رو در خاک لبنان انجام نده همین روز گذشته بود که آقای بایدن آمد گفت که دلش می خواد که متوقف بشه حملات اسرائیل به لبنان و ورود نظامی اسرائیل ورود زمینی و نظامی اسرائیل به لبنان انجام نشه با این همه این طرف و آن طرف از در پلیتیکا خبرهایی هست که تناقض وجود داره در اون چه که ایالات متحده به شکل رسمی داره میگه و اون چیزی که بین خودشون فکر میکنن و معتقدن که اسرائیل بعد انجام بده پس یکی از تفاوت های عمده که الان و امروز داریم میبینیم بحث دیپلماسی و نقش ایالات متحده است در این میان دیگری این هست که وقتی در آوریل صحبت از این میشد که جمهوری اسلامی در سر داره که بخواد به اسرائیل حمله بکنه پیغام و پسخام زیادی رد و بدر شد چندین روز این هشدارها آمد شنیدیم که از هواپیماهای تجاری از خطوط هوایی تجاری خواستند که پرواز نکنند تعدادی از این خطوط هوایی پروازهای خودشون رو معلق کردند با متحدان منطقه خودش ایالات متحده داشت صحبت می‌کرد یک ائتلافی در اون زمان پشت پرده داشت شکل می‌گرفت که مثلا اردن درش بود امارات متحده عربی عربستان سعودی البته اینها همگی بدتر بعد از حمله جمهوری اسلامی روشن شد الان ما روزهای گذشته می‌گیم که متحده که بخواد یک جنگ بزرگ منطقه ایجاد بشه روز سه‌شنبه چشم باز میکنیم بیانیه ایالات متحده است که میگه قریب الوقوع جمهوری اسلامی می‌خواد این حمله رو انجام بده پس اون بازه های زمانی اون روزهای متمادی که در آوریل شاهدش بودیم رو امروز شاهدش نیستیم بحث دیگر جمله است که ایالات متحده در این 24 ساعت خطاب به جمهوری اسلامی گفته در رابطه با تبعات سنگین هر گونه حمله داره هشدار میده در آوریل چیزی که بود این بود که ایالات متحده از ایران میخواست که خیشتنداری بکنه و حمله سنگینی رو انجام نده حمله رو علیه اسرائیل انجام نده چیزی که از روز گذشته ما داریم می‌شنویم این هست که ایالات متحده داره هشدار میده که اگر حمله به اسرائیل انجام بشه تبعاتش برای جمهوری اسلامی بسیار سنگ خواهد بود این اون تفاوت عمده است که داریم میبینیم بعد از حمله جمهوری اسلامی در آوریل ایالات متحده تلاش بسیار زیادی کرد که بتونه نتانیاهو رو به این نتیجه برسونه که دست به یک حمله تلافی جویانه نزنه با آقای نتانیاهو آقای بایدن در یک تماس تلفنی گفته بود که این رو یک پیروزی تلقی کن و دیگه حمله دیگری رو انجام نده اما الان با توجه به همون تفاوت عمده اولی که اشاره کردم نقش ایالات متحده در شرایط فعلی شاید آقای بایدن بایدن نتونه این صحبت رو با آقای نتانیاهو دیگه انجام بده میدونیم که مدت هاست که این دو نفر تلفنی با هم صحبت نکردن در نتیجه اینکه بعد از حمله جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد این خودش محلی از شک تردید هست و نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته نکته دیگر رضا این رو هم بگم خلاصه بکنم بحث همون جبهه شمالی اسرائیل هست در آولیر حزب الله سالم و سرحال روی دو پا اونجا بود و به شکل روزانه داشت اسرائیل رو با راکت‌ها و موشک خودش تهدید می امروز و از متفاوت است در دو هفته در 11 12 روز اسرائیل تونست حزب الله رو خار و خفیف و ذلیل بکنه اون اگر که فکر بکنیم حزب الله تفنگی بود که جمهوری اسلامی رو شقیقه اسرائیل در مرز شمالی نگه داشته بود الان اون تفنگ وجود نداره در نتیجه باز امروز جمهوری اسلامی اگر این حمله رو بخواد ترتیب بده جایی ایستاده که حزب الله رو نداره و اون تفنگ رو روی شقیقه اسرائیل نداره سمیرا خیلی ممنونم از توضیحات کاملت همکارم سمیرا قرای در دفتر ما در پایتخت ایالات متحده آمریکا